سلام دوستای عزیز و گرامی، امیدوار هستم صحت و سلامت باشین در هر جای دنیا که تشریف دارید. اسم من ابوبکر، تخلص ایوبی میکنم و فعلا در شهر آمستردام زندگی دارم و فعلا در جایی که کارگاهی که نقاشی میکنم همینجا قرار دارم. موضوع و هدف ما از جور کردن این ویدیو این است که بسیار وقت میشه بسیار دوستای نزدیک ما، دوستا و هموطنهای عزیز ما از ما تقاضا کردن که ما همونطور یک کورس آموزشی را آنلاین جور کنم و بتانم از این طریق امی اندوخته ها چیزایی که آموختیم در زندگی درباره اونها این مدت طولانی که آموختیم اما ایره با دوستان خود کسایی که طرف هنر دوست هستن و میخواین نقاشی کنن، نقاشی رو به صورت فنیش یا به صورت مسلکی یاد بگیرن که از کجا شروع کنن، چه قسم شروع کنن، ایره ما بتانم امی اندوخته ها و آموزش های خود با یا شریک بسازم. نه مثل ای که من استاد باشم آمده باشم اینجا استادی کنم، نه، تنها میخواهیم امی اندوخته های خود، تجربه های خود از نگاه تیوری، از نگاه عملی، از نگاه تکنیک که تمی دوستان خود شریک بسازم و بسیار مهم است که من بتانم یک خدمت کده بتانم از این طریق از این چیزی که آموختیم یک دین خود ادا کنم برای هموطنهای عزیز خود. من میخواهیم تمام این چیزها را بسیار شروع هنر نقاشی را از کجا شروع میشه و کدام قواعد و قانون های داره بسیار خلاص مختصر به زبان عادی بسیار نه اکادمیک بسیار بیان کنم، به خاطر که ما میفهمیم که وقت بسیار مهم است، خسته کن نباشه. این ما بسیار میخواییم خلاص جور کنم به قسم سری بیان کنم، چرا که می دنیای ما، دنیای مدرن که امروز ما میبینیم دوست داره چیزای ساده و سری ره، نه طولانی ره. از این خاطر ما حال میگیریم شروع میکنیم که از کجا شروع میشه، مثلا نقاشی از کجا میایه، یک ایده فکر از کجا، و اول درباره تیوری و دازو درباره تکنیک های نقاشی ما در خدمت دامستم. حال شروع میکنیم که مثلا از کجا شروع کنیم، از کجا چرا هم نقاشی میکنیم، از کجا شروع میشه، از کجا میایه ایده برای ما، یک اثر نقاشی از کجا چه قسم به وجود میایه. مثلا در مقابل ما این کنواس سفید است، ما میخواییم میره با میده ها و فکر خود نقاشی کنیم و چه قسم از کجا شروع کنیم. باید هنرمند کسی است که همیشه برای گپ هایی داره برای گفتن و هنرمند ضرورت داره به مخاطب خود، چه قسم گپ های خود از طریق همی هنر چه قسم بیان کنه برای مخاطب خود. ما میگیم که از کجا مثلا شروع میشه، ایجاد یک اثر هنری. اول ما قسمی که میفهمیم تمام جهان مادی دنیای ما اول از یک فکر یا از یک اندیشه شروع شده. تمام جهان مادی را که میبینین وجود نداشته، اول فکر شده، یک اندیشه بوده، بعد از او شکل عینی گرفته و این جهان به وجود آمده. یعنی که اولین چیز که است برای ما اندیشه یا به انگلیسی رو ایده است. دوم چیز کار داریم ما به خاطر ایجاد یک اثر هنری، اثر نقاشی. دوم چیز که است ابزار نقاشی است.
یا خلاصه اگه میره به نام تکنیک میگن. دوم چیزی که انتخاب میکنیم باید رنگ ها، انتخاب رنگ ها و کدام شکل رنگ ها. سوم چیز که هست ترکیب بندی است. یا با لاتینی میگه کمپوزیسیو یا با انگلیسی کمپوزیشن. این همی چیزایی است که ما میتونیم یک تابلوی نقاشی یک اثر هنری را ایجاد کنیم. ابزار نقاشی خود انتخاب میکنیم که با کدام ابزار باشه، رنگ روغن باشه، رنگ آبی باشه، آبی باشه، پاستل باشه، بعد از او کدام با کدام شکل رنگ ها باشه دهی. و سیوم چه قسم ما ای رو ترکیب بندی کنیم. ترکیب بندی چی است؟ ترکیب بندی کمپوزیشن یا بلاتینی کمپوزیسیو ای بسیار مهم است و ای همو زیربنای تابلوی نقاشی می باشه. ای نه تنها در نقاشی، در هنر ساختمانی، در سینما، در موسیقی و بسیاری هنرهای دیگه ای استفاده شده، سال هاست که استفاده شده و میشه. و چه قسم استفاده میشه ای از ای چه قسم ما میتونیم یک تابلوی نقاشی رو ترکیب بندی کنیم. ترکیب بندی چی مانا داره؟ مانای از ای درباره از ای بسیار زیاد تعریف ها شده، بسیار زیاد کتاب ها نشته شده، مگه ما تو خلاصه که ما بتانیم تعریف کنیم میره ما بسیار مشکل است که بتانیم درست گفته ای را. مقصد اما قدر میتونم بگویم که کمپوزیشن یا ترکیب بندی یک جور کردن، ساختن، نقاشی کردن یک شی کل از قطعات کوچک است. این قطعات کوچک بین از یا یک تعادل و اطراف از یک فضای ایجاد شوه، امی تعادل فضا در بین قطعات باشه و ای از خود مرکز داشته باشه و اطراف داشته باشه. این حال ما چه قسم میتونیم که از کجا شروع کنیم ترکیب بندی ره؟ وقتی که از ترکیب بندی صحبت میکنیم، ما همیشه در تاریخ، همیشه در درسایی که خواندیم با نسبت طلایی برمیخوریم. نسبت طلایی چیست؟ نسبت طلایی همون مرکز کمپوزیشن است که مرکز تابلو را ما چه قسم پیدا کنیم. ما یک چیز مهمی است که مرکز تابلو، مثلا مرکز که چارچوکات گیره که تا مرکز کمپوزیشن باید اشتباه نگیره. مرکز تابلو با مرکز ترکیب بندی بسیار فرق داره. یک کم بالا می باشه، کمی طرف چپ، کمی طرف راست می باشه. اناله ما می خواهیم بگویم که امی چه قسم در سابق، در گذشته استادای هنر از این استفاده می کردن، چه قسم پیدا می کردن، امی چیز، امی طریقه پیدا کردن از این را به نام نسبت طلایی می گن که این مرکز کمپوزیشن است. این نسبت طلایی برمیگرده و بسیار سالای دراز حتی از مصر قدیم، از مصر قدیم، از ساختمانایی که هست، بعد از اون یونان قدیم و بعدا به شکل در قرن 15 یک راهب ایتالیایی به نام لوکا این را توضیح میده که چی هست، چی قسم پیدا ما میتونیم کده و اساس کدام معادله و فرمول. و بعد از اون ما میبینیم که داوینچی، هنرمند بزرگ دوره رنسانس، این را چی قسم در تابلوهای خود از این فرمول استفاده کرده. اینجا شما میبینین، من نشان بدم، اینجا لبخند ژوکوند، یعنی یکی از مشهورترین تابلوهای داوینچی و جهان، از امی معادله استفاده کرده. اینجا ببینید مرکز چه قسمی پیدا، مرکز کمپوزیشنش در کجاست، در امی سیک لبخند میزنه. یا در این تابلوی دیگهش ببینید مرکز کمپوزیشنه،
یا در یه تابلوی دیگر میبینیم، تابلوی از هنرمند روسی، چه قسم پیدا کرده، چه قسم استفاده کرده از این مرکز کمپوزیشن، از این نسبت طلایی. و ما میبینیم که از او دوره ادامه داره تا امروز. امروز هم میبینیم که این تابلوهای مثلا در نشانه امی لوگوی پیپسی میبینیم که از این چه قسم استفاده شده، و آخریش لوگوی تویتر است. اگر ترکیب بندی چیز است که اگر اساس از این مثل تهداب است، تهداب اگر اساس گذاشته شوه به حساب فرمول، یعنی که بعد از او که اساس بندی شد، تهدابش درست گذاشته شد، ما میتونیم که در سر از هر چیزی که بخواید دل ما جور کنیم و آباد کنیم و مشکل نمیبینیم. مثلا در این تابلوی چیز میبینین، در این تابلوی که من در این آخرها کار کردم، این تقریبا 40% کار شده. تابلوی دربار سلطان محمود غزنوی است، گیره ما نقاشی کردم و چه قسم از این نسبت طلایی در این استفاده کردیم. یعنی ببینید که از کجا میرم براتون نشان میتونم. مرحله اول دو سه میایم در سر همینطور به طور خلاص بیان کنیم که کمپوزیشن همین نسبت طلایی چه قسم ما میتونیم میره مرکز خود پیدا کنیم. اینال من کاغذ دگرم میگیرم. به خاطر یافتن کمپوزیشن یا نسبت طلایی باید اول چیز کار که میکنیم، معادله از یک معادله را باید ما حفظ کنیم. او معادله عبارت است یک جمع یک مساوی میشه به دو. اینال ما چه قسم پیش میریم؟ یک و یک دو شد. دو رو میگیریم، حاصل از یک یک که برآمده دو. دو رو میگیریم همراه عدد قبلی یک جمع میکنیم، میشه سه. دو یک سه میشه. اینال باز چیزی که برآمده سه. سه رو میگیریم جمع دو میکنیم، حتی عدد قبلی جمع میتیم، میشه پنج. پنج با عدد قبلی جمع میتیم، پنج و سه هشت. هشت و پنج سیزده و هشت میشه 21. 21 و 13 میشه 34. 34 و 21 میشه 55. 55 و 34 میشه 54. 9 5389. این موتور عدد که میبرای او رو با عدد قبلیش جمع میکنیم، میشه با حاصله که میبرای با زور موتور پیش میریم و این بسیار پیش میره. حتی لایتنایی است. لایتنایی می خاطر باز و اخیر من نسبت طلایی را میگن نسبت الهی. حالا ما خب این فرمول در یاد خود گرفتیم، اینال نظر به می ما پیش میریم. اینجا مثلا ما خط کشی کردیم، یک اندازه تابلوی خود را میگیریم، یک اندازه را انتخاب میکنیم، مثلا 55 و 34 را میگیریم. 55 طول شوه و 34 برش. اینمی اندازه را گرفتیم، ما باید اینی را از این اندازه این داخل اینی را پیدا کنیم. اونو قدر هر قدر اگر بالا بود، ما باید پس به اینی نقطه بیاییم که اینی نقطه میشه مرکز ترکیب بندی ما. اینال ما ایره چه قسم پیدا میکنیم؟ اینال ما یخ گرفتیم مثلا یه 55 سانتیمتر 34 سانتیمتر. 34 سانتیمتر از این ما باید یک مربع یک مستطیل جور کنیم. اینال بخاطر که یک مربع و یک مستطیل شوه، ما 34 کتر است از اینجا قطع میکنیمش، میشه
34 یجه شد یک مربع یک مستطیل. بعد از چی میکنیم؟ بعد از اینی گوشه بالا را با این گوشه پایان به این شکل این طوری یک خط از این بر دیور گوشه اینال این خط امرای از این خط که واسه شد در یک نقطه تقاطع پیدا میشه یعنی نقطه تقاطعی ماست وقتی که پیدا شد از اینجا از این نقطه که خطه کدنه که دیگر یک خط مستقیم کش میکنیم به این طرف ببینن این مربع این مستطیل کلان این چیز خورتر یک مربع در اینجا که یک مستطیل دیگر پیدا کنیم اینال بعد از این چی میکنیم این کار که در اینجا کردیم در این مربع و مستطیل خورتر دیگه که پیدا شد این کار در اینجا میکنیم اینجا میشه از این گوشه بگیریم این در این گوشه ای را واسه رو میکنیم این خط خیره تر هنال یک نقطه تقاطعی دیگه پیدا میشه که این نقطه یا خود قطع کنه ایره این نقطه قطع شده را با این پایان نمت مستقیم کش میکنیم که یک اندازه باشه کلش یک مربع یک مستطیل یک مربع دیگه مستطیل یک مربع دیگه یک مستطیل سه دانه را ما توال پیدا کردیم اینال چی میکنیم؟ اینال همین نقطه‌ای که قطع شده از این نیجه مثلا نقطه‌ای که قطع شده که یک مربع و یک مستطیل خورده دیگه پیدا کنیم این را راستان وصل میکنیم به این مستقیم این باز یک مربع و یک مستطیل دیگه خطرک پیدا کردیم اینجا اینجا باز نقطه‌ای که خود قطع کرده مثلا این اینجاست این را بگیریم این طرف بالا کش میکنیم اناله باز میبینیم که در کدام نقطه این خط که بالا کش شد در کدام نقطه خود قطع کرده اون نقطه این اینجاست این هم اما که پیش میبریم ببینین یک مربع و یک مستطیل خورترک این چیز کلان کس در اینجا پیدا کردیم اینال باز چی میکنیم باز اینی نقطه که هست مثلا این نقطه که قطع کرده این خط این را پایان کش میکنیم پایان کش میکنیم اینال این خط کش کردیم در اینجا یک نقطه دیگه خود پیدا کرد قطع کرده این را به این طرف میبینیم که یک مربع یک مستطیلک اینجا پیدا شد این مستطیل از این را از این نقطه میگیریم به این نقطه وصل میکنیم اینجا پیدا شد مرکز کمپوزیشن ما این اونماتور پیش میریم که ما پس این مرکز چه قسم ما تانستیم در این 34 و 55 چه قسم پیدا کنیم اینجا میای یک جمع یک میشه دو اینمی فرو یک جمع یک دو اینال دوره جمع دوره جمع یک میکنیم سه میشه سه را جمع دو میکنیم پنج میشه پنج را جمع سه میکنیم هشت میشه هشت را جمع پنج میکنیم سیزده میشه
13 را جمع 8 میکنیم 21 میشه. 21 جمع 13 میکنیم 34 میشه. 34 جمع 21 میکنیم 55. اندازه را که ما گرفته بودیم 55 و 34 پس پوره شد. مرکز کمپوزیشن مرکز نسبت طلایی ما در اینجا پیدا شد. 55. نال ما یک چی میکنیم؟ می یک خط میگیریم از این یک شروع شده مثلا از یک و یک با دو یک خط مننی میسازیم. وی درست ترش بسید شما گفتیم به خط منانی درست ترش حالی که درست اینمی اینی شد نسبت طلایی. نسبت طلایی طبیعتاً اما تو خط یک خط مننی زیبا پیدا میشه که خط مننی ذاتاً مغز ما ساختار مغز ما ایت جور شده که اینما تو یک خط طبیعتاً مغز ما ترجیح میتن نسبت به دیگر خطا یک خط مننی زیبا ما ای را میبینیم ای را در طبیعت میبینیم مثلا در نظام شمس در کهکشان یا در گل آفتاب پرست در صدف های دریایی هر چیزی که همه یک شکل داره اون امور مغز ما میگه که نمی ترجمه تا که نمی زیباس و محبوب است. اینی نقطه که هستم یک به یک میشه تمام تابلو یه نقطه مرکز کمپوزیشن اینمی می باشه. این مرکز کمپوزیشن اینم مثلا ببینید نقطه اصل هدف اصل که ما داریم که در تابلو پلان اول در اینجا باید باشه. مثلا در می تابلو لبخند ژوکوند اثر داوینچی ببینید ببینید که لبخند در کجاست. اینی مرکز کمپوزیشن به اساس نسبت طلایی که جور کرده. حالا می رفتیم سر قانون یک سوم. قانون یک سوم چیز؟ قانون یک سوم فشرده تر، مدر تر، ساده تر نسبت طلایی می باشه. این اکثرا ما در می کامره اکاسی های پروفیشنال هم می بینیم که نصب شده است که وقتی که ما از دوربینش سعی میکنیم امی قانون یک سیوم هم می بینیم نال ما ایره چی قسم مثلا در نقاشی جور میکنیم. مثلا ما یک تابلو داریم در به اینی اندازه 45 در 30 سانتی متر. این 45 در 30 سانتی متر ما باید با سه سایت تقسیمش کنیم از بر و از درازی به این قسم با سه سایانه با نو کل همی تابلو را با نو قسمت نو مربی نو قسمت ما تقسیمش کنیم. ما چی میکنیم؟ این 45 است. اگه 45 تقسیم سه کنیم میشه 15 سی 45. اتو سی استک اگه با سی سی را با تقسیم سی کنیم میشه ده بیست ده بیست نال ما می خطا را یکی با دیگه وصل میکنیم یک بر سه یعنی و سه سه تقسیم میشه هم از طول هم از عرض.
بانوی سر من تقسیم شد. بنالیجه در اینجا مرکز کجا می باشه؟ مرکز هایی که مرکز دیده، وقتی که ما یک تابلو رو می بینیم اول چشم ما به کجا؟ اینی نقطه است، اینی نقطه، اینی نقطه. اینا به این صورت من میتونیم که ترکیب بندی کنیم یک تابلوی خود. شما مثلا در این تابلو ببینین، این تابلو یک نقاش روسی است که چه قسم از این قانون استفاده کرده. این تابلوی دیگر هم مثلا ببینین، نمیبینیم و در عکاسی همچنان از این زیاد استفاده میشه. ببینید که در کدام نقطه چیزای مهم در این چهار نقطه که هست، چیزای مهم در میشه که باید قابل توجه باشه رسم میشه. شما میتونین این رو در این تابلو ببینین. اینال میایم سر همی دانشمندهایی که تحقیق کردن، همیشه در اینجا در این همیشه گفتن که وقتی که ما در یک موزیم میریم مثلا یک تابلوی نقاشی رو که دفعتون سعی میکنیم، همیشه ما از طرف چپ به راست میریم. از طرف چپ چشم ما اول در اینجا میفته، باز به طرف راست. مثلا این یک خط اگر بکشیم، چشم ما اول در اینجا میفته، طرف بالا میره. مثلا یک موتر، بگویم موتر به می حساب که یا گفتم که وقتی که ما تابلو را از چپ به راست سعی میکنیم، اگر ما سعی کنیم خط میره طرف بالا، ما میبینیم که موتر طرف بالایی روان است. اینال یک نقطه بسیار مهم که خودم پیش خودم سوال پیدا شد، و یا یه گپه که میزنن به اساس از این میگن که وقتی که در مکتب شروع میکنن درس خواندن، کتاب از طرف چپ به راست یا ورق میزنن، و یا نوشته که انگلیسی است یا دیگه نوشته های چیزای اروپایی، از طرف چپ به راست مشتم میشه و خوانده میشه. از اون خاطر مغز ما تو ناخودآگاه همیشه اگه تابلو رو ما میبینیم از چپ به راست میبینیم. اینال ما در این چیز مگم پیش ما سوال کردی، ما مثلا وقتی که شروع کردیم در مکتب از راست به چپ شروع کردیم، الفبای فارسی مثلا از راه یا عربی از راست به چپ رفتیم، اینال به این اساس باید ما از این طرف تابلوی رو که میبینیم در جای چشم از این نقطه بفته به این نقطه ختم شود. در این صورت ما از این نقطه ختم میبینیم که این طرف آمده. در این صورت برای ما خیلی موتر طرف پایان میه. این سوال است که پیش خودم پیدا شده. دیگه نمیجا بیره ختم میکنم. این چیزایی بود که در قسمت ترکیب بندی و کمپوزیسی براتون گفتم، چیزی که میفهمیدم. اینال شما نظریات خودم، سوالایی که برای شما، چیزایی که دارین برای من نشته کنین، پیشنهاداتتون چی قسم پیش بریم. بعد از این دیگه همه چیز به دست خود شماست. تا آینده تشکر، سلامت.